ممکنه در مورد شورای هماهنگ سران و قوا بیشتر شما مثلا یه نگاهی داشته باشین. این یه امر موقتی است که البته در اون شورا هم واقعا مقید هستیم که قانون‌گذاری نشود. مجلس در سایه نهادهای موازی، فضای سیاسی تحت شعاع اعتراض، سرکوب و خشونت، ثبت نام برای انتخابات قوه مقننه در ایران آغاز شد. در 60 دقیقه امشب میپرسیم چرا جایگاه مجلس زیر سوال رفته؟ آیا قانونگذاری به مشکل برخورده؟ همچنین در برنامه امشب بازداشت عده‌ای دیگر از معترضان یک هفته بعد از سرکوب ناآرامی‌ها در ایران. بعضی از مقام‌ها میگویند همه معترضان اغتشاشگر نبودند. وضعیت ویژه ماه شهر در اوج ناآرامی‌های دو هفته پیش. گزارش‌های غیررسمی از حضور تانک در خیابان و تیراندازی‌های مرگبار. و ادامه اعتراض‌ها در عراق به رغم موافقت مجلس با استعفای نخست وزیر، معترضان دوباره به کنسولگری ایران در نجف حمله کردند. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. در گرماگرم انتقادهای تند و گزنده از حکومت به دلیل سرکوب بی سابقه معترضان در ایران، نامنویسی برای انتخابات مجلس شروع شده. مجلسی که این روزها شماری از چهره‌های شاخص آن میگویند به حاشیه رفته، از جمله اینکه خود نمایندگان از شنیدن جهش قیمت بنزین یک خوردن، نمایندگانی که در اصل آنها باید تصمیم‌هایی از این دست می‌گرفتند. قرار است فهرست نامزدها 22 بهمن اعلام شود و 10 روز بعد هم انتخابات برگزار شود. چرا کار مجلس به اینجا رسیده که نهادهای مختلف آن را دور می‌زنند؟ در این اوضاع و احوال چه انتظاری می‌شود از میزان مشارکت در انتخابات داشت؟ در این زمینه گزارشی داریم، ولی فعلا اجازه بدید که بریم سراغ نعمت احمدی، وکیل و حقوقدان و از تهران با ما هستن. آقای احمدی، آقای مطهری در مطلبی نوشتن که مجلس جایگاه چندانی نداره، بعضی از نماینده‌های دیگر هم همین حرف رو تکرار کردن. جالبه که شما هم در مصاحبه تقریبا موضوع مشابه رو بیان کردید. چرا کار مجلس به اینجا کشیده؟ من در طول مجالس دهگانه‌ای گذشته، مجلس آخری رو یه مجلسی میدونم کاملا به حاشیه رفته. حالا علت به این حاشیه رفتنش رو فی‌الواقع نمیدونم ناشی از چه عمل کرده مجلسیان هست، چون تمام تصمیماتی که الان داره با چند نهاد دیگر گرفته میشه خلاف قانون اساسیه. مجلس چرا داره اینقدر عقب نشینی میکنه نمیدونم. شورای عالی نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظامی اخیراً که این نهادی که تشکیل شد، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران نیست قوه، با چند اصل قانون اساسی در تضاد اصلی که اعمال قوه مقننه رو میگه مجلس باید اعمال انجام بده، اصل 71 که قانون گذاری مال مجلسه، و مهمتر از اون اصل 53 هر درآمدی که دولت داره باید بره تو خزانه و هر هزینه‌ای که دولت داره باید از خزانه برداشت بشه و به وسیله قانون گذاری. حالا این پولی که دارن مازاد میگیرن فردا کی میخواد جوابش رو بده؟ چطوری تفریق بودجه داره صورت میگیره؟ در بقیه موارد هم که نگاه میکنه، اخیرا آقای کدخدایی در مشهد صحبتی کردن، گفتم ما جشنواره حضور واسهتون عرض کنم نام نویسی نداریم، ما نظارت رو اونقدر شدید دارن میکنن که عملا دارن میگن که اصل براءت به اصل احراز براءت داره تبدیل میشه. سه ماه مونده به انتخابات این وضع رو پیش آوردن. به باور من مجلس بعدی باید یک مجلسی خیلی در حاشیه‌تر از این مجلس باشه، شاید بس این باشه. آقای احمدی با ما بمونید، اشاره شد که نامنویسی برای انتخابات مجلس شروع شده. گزارشی داریم از مهدی بیگی، در این زمینه باز هم با آقای احمدی صحبت میکنیم. آغاز ثبت نام داوطلبان نمایندگی مجلس 11. به گفته وزیر کشور تا قبل از ظهر 378 نفر ثبت نام کردند. ثبت نام زود هنگامی که همین امروز رهبر ایران در مورد آن هشدار داد. میرن همینطور
بدون محابا. خب شما که میخوایی بری اونجا، اونجا سوال داره. این توانایی که خدا به من و شما میده، این کنارش مسئولیته. سوگند یاد میکنم، سوگند یاد میکنم که حد اکثر توان خود را، که حد اکثر توان خود را. داوطلبی برای مسئولیتی مهم، نمایندگی مردم و مشارکت در تصمیم گیری های حیاتی، وظیفه‌ای که از همان اوایل انقلاب هم بر آن تاکید شد. قضیه مجلس است. مجلس یه چیز سهلی نیست کارش. مجلس یه چیزی است که در رأس همه اموری که در کشور است واقع است. یعنی مجلس خوب همه چیز را خوب می‌کند و مجلس بد همه چیز را بد می‌کند. مجلس در رأس همه امور است. جمله‌ای که بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حدود 40 سال پیش گفت و از آن زمان بارها و بارها توسط مسئولان نظام تکرار شده، به خصوص از طرف نمایندگان مجلس و زمانی که اختلاف بین مجلس و دولت بالا می‌گیرد. اما امروز چطور؟ آیا مجلس در رأس همه امور است؟ یک نهادی که امام فرمودند در رأس امور هست، به معنای این نیست که در همه امور دخالت میکنه، تصمیم میگیره. بالاترین مقام در کشور رهبری است. آیا در همه امورشون دخالت میکنند؟ نه. رهبری جهتها رو مشخص میکنند. مرتبه بعدش مجلس است. رأی‌گذاری میکنند. جهت‌دهی هایی که حالا به نظر بعضی از نمایندگان با رأی‌گذاری ها نمیخواند. عده‌ای از نمایندگان حتی معتقدند اصلاً رأی‌گذاری در کار نیست. از جمله همین چند روز پیش و بعد از بالا گرفتن اعتراض‌ها به گرانی بنزین، پروانه سلحشوری از اولین نمایندگانی بود که وقتی انگشت اتهام به سمت مجلس گرفته شد، سعی کرد در توییتر موضوع را شفاف کند. از وقتی بنزین گران شده، مردم در تماس‌های مکرر ابراز نگرانی می‌کنند. هموطنان عزیز، مدت هاست مجلس در رأس امور نیست. این موضوع در جلسه سران سه قوه تصمیم گیری شده. همین یک رکن دموکراسی را نیم بند داشتیم که فاتحه آن هم خوانده شد. مجلس بعدی را تعطیل کنید. خودش اقتصاد مقاومتی است. علی مطهری، دیگر نماینده تهران، هم در یادداشتی در روزنامه ایران از نهادهایی نام برده که به گفته او مجلس را محدود می کنند. طبق یادداشت آقای مطهری، نهادهای محدود کننده مجلس اینها هستند: شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، مجلس تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی. علی لاریجانی اما همه این نهادها را مشکل زا نمی داند. البته در اون شورا هم واقعا مقید هستیم که قانون‌گذاری نشود. تا اونجا که ممکنه یه جاهای ضرورت داشته باشه. مثلا اگه اون بحران ارز رو شما در چند وقت پیش ملاحظه کردی، اون باید مهار می شود. یک سازوکارهایی باید در نظر گرفته می شود. محدودیت تصمیم گیری در مجلس تنها از طریق تشکیل نهادهای دیگر نیست. عده‌ای از نمایندگان می گویند وقتی قرار است در مجلس در مورد موضوعی رأی گیری شود، عده‌ای از نمایندگان با گفتن اینکه تصویب این طرح مخالف نظر رهبری است، قدرت تصمیم گیری نمایندگان موافق را می گیرند. هرچند خود رهبر ایران می گوید در کار نهادهای مختلف و مسئولان نظام دخالت نمی کند. اینجوری نیست که حالا این همه دستگاه‌های اجرایی هستند، هر کدوم هم دارن یه تصمیم می گیرن. تصمیم‌های گوناگون، رهبری نگاه کنه ببینه کدوم درسته کدوم غلطه، بگه آقا این درسته این غلطه. اینجوری نمیشه. این هم خلاف قانون، هم ناممکنه، هم نامعقوله. معقول نیست. خلاف‌هایی که عده‌ای میگویند با تشکیل نهادهای موازی هم ممکن شدند و هم از نظر مسئولان منطقی. اینجا وظیفه رهبری است که بیاد تو میدان و هر شکلی که ممکنه بیسته و نگذاره. مهدی بیگی، BBC. نعمت احمدی، وکیل دادگستری و حقوقدان، همچنان از تهران با ما هستن. آقای احمدی، اعتراض های اخیر که ابعادی بی سابقه پیدا کرد،
چقدر ریشه اونها برمیگرده به همین مواردی که در گزارش هم اشاره شد و آنچه که شما در مورد مجلس گفتید؟ من باورم بر این خیلی از اینا. به هر حال ببینید، ما در ایران حزب نداریم. وقتی که حزب نداریم، کانال ارتباطی مردم با نهادها و اصولاً حاکمیت در شهرستان‌ها خصوصا نمایندگانشونه. وقتی نمایندگان برمیگردن این حرفا رو میزنن، شبیه حرفایی که خانم سلحشوری زد و واقعیت هم همینه، مردم احساس میکنن که خب ما اومدیم رأی دادیم به نمایندمون، نمایندمون رفت مجلس، الان برگشته بهش میگیم آقا مثلا چرا. الان من متوجه شدم که مسئله ارز و که الان ما دادگاه‌های اخلال نظام ارزی رو داریم، این در همین مجموعه گرفته شده. الان آقای لاریجانی گفتن و اون تبعات سختی رو وجود آورد، این 100% تاثیر گذاشته. به خاطر نمایندگان برمیگردن میگن ما نمیتونیم، توان این رو نداریم برای شما کاری بکنیم، تصمیمات جای دیگه داره گرفته میشه. کسی به فکر این هست که وضعیت فعلی مجلس رو تغییر بدن؟ به هر حال انتخاباتی در پیشه. به باور من خود نمایندگان باید اراده بکنن و ریل گذاری هم اگر شده خودشون ریل اصلی که در رأس امورن مجلس انجام بده. کاری نداشت همین مسئله قضیه‌ای که آمدن بنزین و این همه تبعات سخت رو آبان رو وارد تاریخ ما کرد در تاریخ معاصر، خیلی راحت میتونستم میگن نشد. روز شنبه خیلی از نماینده ها گفتن تر دو فوریتی سفوریتی داریم، فراکسیون امیر تر داد. روز یک شنبه دبیر شورای عالی امنیت ملی آمد و نامه مقام معظم رهبری آمد، نماینده ها ساکت شدن. خود نماینده ها همین شد، همین کار رو قبلش با نماینده ها کرد. ببین آقا ما سه تا منبع مالی داریم، یکی نفت است، یکی مالیات است، یکی سایر منابع. نفتمون که فعلا در شرایط بحرانی قرار داره، لذا ما باید از یک جای نقدینگی تامین کنیم و نقدینگی هم بنزینه. به این شیوهش که الان ما بیایم بگیریم 50 تومن رو مردم بدیم و بنزین رو 3000 تومن بکنیم، مردم در ماه بیش از اون 50 تومن، اون فقیرترین فرد جامعه داره بیش از 50 تومن این افزایش قیمت ها چه در ناشی از حامل هاست داره پرداخت میکنه. نمایندگان میتوانند قدرت از دست رفته خودشون رو یا از دست داده خودشون رو بازیافت کنند و این عملیست برابر همین قوانین موجود. خب با این وقت چه پیشبینی میشه از مشارکت در انتخابات مجلس کرد؟ من مجلس بعدی رو یک مجلسی میدونم مشابه مجلس هفتم. اگر خاطرتون باشه آقای عدا دادل که در مجلس هفتم که بعد از مجلس ششم شکل گرفت، میزان رأی که آورد زیر 500,000 بود. نفر اول تهران هم شد، زیر 500,000 بود. مجلس بعدی هم در شهرهای بزرگ همینه. ببین ما در شهرهای بزرگ تابع سیاست هاست، ولی در شهرهای کوچکی، در شهر محل تولد من زدم که من خیلی راحته، اونجا قومی و طایفه‌ای است. در شهرستان های کوچک مردم اقبال خواهند داشت، اقبال به سیاست های کلان ندارن، اقبال به افراد دارن، حالا چه افرادی رو وارد بشن. اگر این شیوهی که الان شورای نگهبان در نظر گرفته و عملا داره میگه که ما نمیخوایم جشنواره نامنویسی باشیم و اصل براءت رو کنار گذاشته و اصل جدیدی وارد قانون اساسی کرده به اسم اصل احراز صلاحیت، در شهرستان ها هم اقبال نخواهد بود. مجلس بعدی آره خب در نارضایتی ها اتفاقا در شهرهای کوچک هم کم نبوده، در اعتراضات دیماه معلوم بود. از کجا معلوم که این بار در اونجاها هم همین ملاحظات قومی و محلی که اشاره کردید بتونه مردم رو بکشه پای صندوقهای رأی؟ من قبول دارم که این هم کارآمدی خودش رو از دست داده. یعنی در شهرهای کوچک که طایفه ایست، توایفی که رأی دادن به نماینده ای که رفته مجلس و در مجلس در واقع تصمیم گیر اصلی و قانونی نبوده، در اونجا هم وضعیت تهران رو پیدا خواهد کرد. ما در گذشته عرض کردم در شهرهای بزرگ مسئله داشتیم، در شهرهای کوچک مسئله نداشتیم. در انتخابات پیش رو باور کنید در شهرهای کوچک ما با نمایندگان خواهیم داشت با 4-5,000 رأی به مجلس خواهند آمد و اونا خروجشون چه خواهد شد خدا میداند در سال آینده. ممنونم از نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری از تهران با ما. و
اما قاسم شعله سعدی حقوقدان و استاد پیشین حقوق دانشگاه تهران هم از همین شهر با ما هستند. آقای شعله سعدی، شما در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شدید خودتون، در مورد انتخابات مجلس چی فکر میکنید؟ من اولا فراخوان تحریم انتخابات رو خواهم داد. این مجلس تکلیفش معینه، اینم الان نیست که در رأس امور نیست. همون موقع هم که آقای خمینی میگفت مجلس در رأس اموری، تعارف بیشتر نبود. آقای خمینی مثلا یه بارم میگه که نماز جمعه در رأس اموره. اگر آقای خمینی یه حرفی زده که این وحی منظر نیست که. و دلیل این که مجلس در رأس امور نیست خیلی روشن هست. اولا در اصل دوم قانون اساسی تصریح میکنه که پایه های جمهوری اسلامی 4-5 تا پایه داره. اولش اینه که میگه اعتقاد به خداوند و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او. یعنی حاکمیت مال خداست، تشریع هم یعنی قانونگذاری، قانونگذاری هم مال خدا هست، مردم هم جیک نباید بزنن، تسلیم امر خدا باشه. این با همین بند اول هم پنبه دموکراسی رو زده، هم پنبه قانونگذاری به ذات. مجلس به ذات قانونگذار نیست. حالا چیه دیگه هم داریم البته که همین رو تحکیم میکنه. مثلا اصل چهارم قانون اساسی میگه که همه مقررات و قوانین هم از مدنی، کیفری، اداری، نظامی تا دلت بخواد هی اضافه کرده به این لیست، اینها باید منطبق با موازین شرعی باشه و شورای نگهبان رو هم بالای سر مجلس قرار داده که مصوبات مجلس رو با موازین شرعی و خود قانون اساسی هم حتی گفته باید منطبق با شرع باشه. بسیار خوب. اگر شما اگر شما میفرمایید که باید به سمت تحریم انتخابات رفت، چه راه دیگه ای از نظر شما وجود داره به خاطر اینکه وضعیت کنونی که شما بهش انتقاد دارید رو تغییر بدن؟ ببینید، هم الان کشور در حال بحران و بلکه ابربحران به سر میبره. ببینید از این مجلس چه هنری ساخته بوده، چه نقشی ایفا کرده. اصلا اومدن این بنزین رو 300 برابر گرون کردن. سران سه قوه چه پایگاه و محمل قانونی دارن که اومدن همچی تصمیم میگرفتن؟ سه نفر اومدن، یکیش رئیس قوه قضاییه بود، یکیش مجریه، یکیش هم مقننه. اصلا جایگاه قانونی نداشت این سه نفری که اومدن این تصمیم رو گرفتن. آقای شعله سعدی، همین حرفا رو آقای مطهری هم میزنه، خانم سلحشوری هم میزنن، بعضی از نماینده های دیگه مجلس هم گفتن. سوال من اینه که شما میگید باید رفت به سمت تحریم انتخابات، راه دیگه به خاطر تغییر وضعیت چیه؟ فوقش همین مجلس دوباره شکل میگیره. الان این مجلس ششم هم اینجوری بود. مجلس ششم در دست اصلاح طلبا بود و همزمان قوه مجریه هم دست اصلاح طلبا بود، زمان آقای خاتمی بود. چی کار کردن؟ الان این اصلاح طلب بدلی آقای حسن روحانی که من اسمش اصلاح طلب بدلی میذارم، و این مجلسی که اکثریتش دست همین اصلاح طلبای بدلی هست چه کار کردن؟ به جز اینکه یکیش اومده ژن مثلا خوب تولید کرده که چند هزار میلیارد پسرش رفته زد و بند کرده و امثال اینها، علتش نظارت استصوابی است. من پارسالم رفتم جلو مجلس که پرچم مبارزه با نظارت استصوابی رو بردارم، گرفتم بردنم زندان، 6 سالم حبس بندادم. تا این نظارت استصوابی هست مجلس نمیشه. تازه اگر اونم نباشه، طبق قانون اساسی مجلس نه نقش تقنینی به ذات داره و نه حتی نقش. سوال من جواب ندادید. برفرض این که مجلس هیچ کارایی نداره، که بعضی از نماینده های مجلس هم الان این حرف رو میزنن، انتخابات هم به قول شما به نظر میاد که نمایش بیش نیست، چه میشه کرد؟ چی کار باید کرد؟ باید ساختار اصلاح کنن. تا این ساختار هست کارش نمیشه کرد. چطور؟ این مجلس باید قانون اساسی تغییر کنه.
این تغییر قانون اساسی باید برگرده به اون اهداف اولیه‌ای که داشتیم. سال 68 هم تغییر کرد قانون اساسی ولی بدتر شد. خب قانون اساسی باید از طریق همه پرسی تغییر کنه، چطور باید تغییر کنه؟ عملاً نمیشه. ببینید اصلاح قانون اساسی در اصل 177 تصریح کرده که اول باید رهبر یک حکمی به رئیس جمهور بده و موارد رو تعیین کنه، اونم در اختیار یک شورای بذاره که اکثریت قریب به اتفاق اعضاش خود رهبر تعیین میکنه. یعنی از همون اول در واقع شرط تعلیق گذاشته. این اصلا عملی نیست. ما یکی از مشکلات بود اختیارات خود خامنه ای، الان اومده تو همین قضیه بنزین میگه من سررشته ندارم. آقا سررشته داری یا نداری طبق اصل 110 قانون اساسی این در حوزه مسئولیت شما قرار میگیره. سررشته دارم یا ندارم که مسئولیت شما رو تغییر نمیده که. خب آقای چلسدی، آقا خامنه‌ای نمیذاره. آقا ببینید چون ما شما بله شما میفرمایید که قانون اساسی باید اصلاح شه، این از این مجلس کاری بر نمیاد، از آیت الله خامنه‌ای هم انتقاد میکنید، چطور باید شرایط فعلی تغییر بکنه؟ چون راه قانونی وجود نداشته مردم ریختن تو خیابون، الان نمیدونم تعداد زیادی کشته شدن که اگر راه قانونی وجود داشت که مردم نمیومدن این شورشایی که اخیراً شده، این اعتراضایی که 7-8 روز گذشته شده و این همه تلفات به بار آورده، این اونجوری نمیشد که راه قانونی عملی اگر وجود داشت مردم می اومدن حرفشون رو می زدن، قانون اساسی رو اصلاح می کردن. قانون اساسی که وحی منزل نیست که، باید اصلاح بشه. ما الان مشکل داریم، می خوام قانون اساسی رو اصلاح کنیم، نیازمند به این هستیم که آقای خامنه ای اجازه بده، خودشون نمیده. ما اصلا می خوام اختیارات آقای خامنه ای رو محدود کنیم، اجازه نمیده. چی کار بکنیم ما؟ هیچ راه قانونی عملا وجود نداره. و در نبود راه قانونی چه میشه کرد؟ در نبود یک راه قانونی چه میشه کرد؟ همین الان همین اتفاقی که افتاده، مردم اعتراض میکنن و حکومت سرکوب میکنه به این شکلی که تا این یک دور مسلسلی ایجاد بشه تا بالاخره یا ببینن حکومت موفق میمونه یا اینکه بالاخره مردم زورشون به حکومت میرسه، یکی از این دوتا اتفاق میفته. اگر راه قانونی باشه که کسی دنبال شورش و اعتراض که نیست که، چون عملاً راه قانونی مسدود هست، چون اصلاح طلبا و اصلاحات به جایی نرسیده. مردم دو سال پیش در دی ماه با رسا، با سخن رسا، با صدای رسا فریاد زدن اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا. چون مردم از این دو جناحی که طی 40 سال گذشته حکومت دستشون بوده و نتیجهش اینه که الان حکومت خودش میگه 60 میلیون نیاز به کمک معیشتی داره، یعنی اینکه 60 میلیون آدم فقیر شده تو این کشوری که سرشار از ثروت بوده. این مورد آقا همشون باید محاکمه بشن که وضع مملکت رو به این روز انداختن. ممنونم از قاسم شعله‌سعدی، حقوقدان و استاد پیشین حقوق دانشکده حقوق دانشگاه تهران از تهران با ما. یک هفته بعد از فروکش کردن نارامی‌ها در ایران، رسانه‌های دولتی از بازداشت عده نامعلوم دیگری از معترضان در دست کم 5 استان خبر دادند. همزمان بعضی از مقام‌های حکومتی گفتند باید حساب معترضان به گفته آنها واقعی را از افراد سوء استفاده جدا کرد. هنوز منابع رسمی آماری از کشته‌ها، مجروحان و بازداشت شدگان روزهای گذشته ارائه نکردند. در همین حال فرمانده سپاه تهران گفته احتمال کشته شدن اشتباهی بعضی از معترضان به دست نیروهای امنیتی بررسی می‌شود. فعال مسیحا گزارش می‌دهد. بیشتر از یک هفته از فروکش کردن اعتراض‌ها در ایران می‌گذرد، اما بازداشت آنهایی که به خیابان‌ها آمده بودند هنوز ادامه دارد. آنطور که ایرنا خبرگزاری رسمی ایران میگوید در 24 ساعت گذشته شماری در استانهای تهران، فارس، آذربایجان شرقی، کرمانشاه و ارمزگان بازداشت شدند. فرمانده نیروی انتظامی شرق تهران هم از بازداشت 20 نفر از کسانی خبر داده که به گفته او عامل اصلی اغتشاش در اعتراضات تهران بودند. به هیچ عنوان دولت اجازه اغتشاش و ناامنی به هیچ کس نخواهد داد. از همان شروع اعتراض ها مقام های حکومت ایران معترضان را اغتشاشگر و اشرار نامیدند.
توصیفی که راه را برای سرکوب خشن و خونین اعتراض‌ها باز کرد. گشتم. و بیشتر کیس و کامپیوتر و تلویزیون اینا رو دزدیدم بردم. شاید دوز بودن. و این روایت فرماندار شهر قدس در استان تهران از اولین وقایع در آنجا. 5 نفر یا 6 نفر اینجا بیشتر نبودن. به جای اینکه جلوی در وایسن وقتی دیدن جمعیت با مثلا خشم اومدن ترسیدن اومدن سمت عقب‌تر جلوی در به ساختمون اومدن و اونها در رو شکوندن داخل شدن. لباسشو همونی که میبینی لباسش باز که اگه میتونی بزن، چون میدونستن نیرو انتظامی دستور شلیک رو از بالا بشن، ولی ما داده بودیم. من گفته بودم بهشون که هر که از در فرمانداری وارد شد داخل بزنیم. اما با دورتر شدن از روزهای اعتراض لحن مقامات نرمتر شده. توسط اختشاشگران تیر خوردن، اینا از پشت تیر خوردن، بله. و این توضیحات محمد رضا یزدی فرمانده سپاه تهران در جلسه امروز شورای شهر درباره کشته های اعتراض های اخیر. همونطور که صف آشوبگران از صف مردم جدا شد، صف کسانی که جونشون رو بیگناه دست دادن از صف کسانی که به نوعی میخواستن تخریب بکنن اموال عمومی، اون هم داره از هم جدا میشه. هیچ امکانی نداره که مثلا توسط ماموران به اشتباه کشته شده باشن؟ یعنی بررسی میشه. این رو الان نمیتونیم اظهار نظر بکنیم، نه الان وقتشه، ولی اینو عرض بکنم که به دقت داره بررسی میشه کسانی که کشته شدن دلیل کشته شدنشون چی بوده. امروز هم شورای شهر تهران طرحی دو فوریتی تصویب کرد که هدف از آن به گفته شهربانو امانی عضو این شورا رسیدگی به خانواده های آسیب دیده از حوادث اخیر است. هر روز که می گذرد سرکوب اعتراض ها در ایران صدای عده بیشتری را در می آورد. تازه ترین مورد این بیانیه با امضای جمعی از هنرمندان ایرانی، از جمله اصغر فرهادی، رخشان بنی اعتماد، حسین علیزاده و کیهان کلهر. با مردم چه می کنید؟ کدام روزن را برای شنیدن صدای مردم باز گذاشته اید؟ کدام تجمع اعتراضی مردم را تاب آورده اید؟ کدام حزب و تشکیلاتی که بتواند بیانگر خواستهای مردم باشد را باقی گذاشته اید؟ همچنان برانید تا با خشونت مردم را از ابتدایی ترین حقوق انسانی و بدیهی ترین نیازهای شهروندیشان محروم کنید. بدانید که فریاد فروخفته در گلوی مردم این سرزمین در تاریخ ماندگار خواهد شد. با گذشت بیشتر از 2 هفته از شروع اعتراضها هنوز شمار دقیق جان باختگان، زخمی ها و بازداشت شده ها مشخص نیست. منابع مختلف ارقام متفاوتی منتشر کردند. از عفو بین الملل که گفته دست کم 161 نفر کشته شدند تا وبسایت کلمه نزدیک به میر حسین موسوی که شمار کشته شده ها را 366 نفر اعلام کرده. و قطعاً آمار زخمی ها و بازداشت شده ها از این هم مبهم تر است، از صدها نفر تا هزاران نفر. اما به نظر می رسد خیلی ها بر سر این که برخورد با معترضان در 4 دهه عمر جمهوری اسلامی بی سابقه بوده توافق دارند. سرکوبی که همین دیروز میر حسین موسوی نخست وزیر سابق جمهوری اسلامی گفت جنایتی آشکار بوده و آن را با کشتار معترضان در میدان ژاله تهران در زمان شاه مقایسه کرد. فؤاد مسیحا، بی بی سی. مدیار سمیع نژاد، دستیار تحقیق سازمان عفو بین الملل از اسلو در نروژ با ماست. آقای سمیع نژاد، از تعداد بازداشتی ها چه خبر تازه‌ای دارید؟ ببینید، در گزارش شما هم اشاره شد هنوز آمار دقیقی نیستش، گرچه حالا یکی از نمایندگان مجلس در 2-3 روز گذشته آمار 7000 نفری رو گفت، ولی باز هم بعدش موکول کرده بود که مقامات رسمی باید بگن حالا. ولی خب همین مقامات رسمی هم نگاه کنیم، ما بالای 20 شهر رو داشتیم که در طی 2 هفته گذشته مقامات مختلف شهرها آمارهایی رو ارائه دادن، از 20 مورد، 50 مورد تا 150 مورد. در اکثر موارد هم اشاره کردن که لیدر اختشاشات بازداشت شده و این در واقع میگیم هنوز آماری که دقیق بتونیم بگیم اعلام نشده، ولی خب میدونیم که چندین هزار نفر بازداشت شدن و نگرانی جدی و عمیقی وجود داره نسبت به وضعیت اونها که در معرض شکنجه و بدرفتاری ها قرار بگیرن، که این شکنجه و بدرفتاری ها میتونه شامل
دو مورد باشه. یکی مثلا اینکه چگونه نگهداری میشن، در چه وضعیتی. ما میدونیم که زندان‌های ایران دو برابر جمعیت خودشون زندانی دارن. طبق گفته مقامات رسمی در این سالها ظرفیت زندان‌های کشور 85 تا 110 هزار نفر هستش، و باز هم طبق گفته خود مقامات تعداد زندانیانی که در زندان‌های ایران وجود دارن 200 تا 250 هزار مورد است، یعنی حتی بیش از دو برابر ظرفیت. حالا ما با یک جمعیت چند هزار نفره مواجه هستیم که به زندان‌ها منتقل شدن و مشخص نیست که در همه موارد در چه شرایطی نگهداری میشن. در برخی از زندان‌ها اخبار نگران کننده‌ای وجود داره، مثل زندان فشافویه که گزارش‌هایی وجود داره که اونجا در یک سالونی که حدود 200 نفر ظرفیت داره 1000 نفر زندانی و بازداشتی جا داده شده، و خب می‌دونیم این یعنی یک فاجعه. یا زندان‌های مثل شیراز، همین عادل‌آباد شیراز چنین گزارش‌هایی وجود داشت. مورد دوم هم این که چگونه رفتار میشه با این زندانی‌ها، اینکه به خاطر عقص اعترافات اجباری بخوان تحت شکنجه و بدرفتاری قرار بگیرن، یک نگرانی جدی و عمده هست در مورد اونها. یک مسئله دیگه هم هستش در مورد کسانی که زخمی شدند و یا بیمار هستند بین بازداشتی‌ها. خب مطمئنا وجود داره، از زخمی ها ما شنیدیم که اونها هم اخبار نگران کننده‌ای در موردشون وجود داره. اینکه سلامت اونها، دسترسی به خدمات درمانی نداشته باشن، نقض حق سلامت اونهاست که میتونه در واقع شکنجه باشه و یک جور. نهادهای حقوق بشری آیا این امکان رو دارند که مثلا از کشورهای دیگه بخوان که هیئتی رو بفرستن برای سرکشی به زندانها مثل اتحادیه اروپا؟ ببینید این هستش، در واقع اون مکانیزم های بین المللی وجود داره برای این کار، ولی ایران، مقامات ایران همکاری نمی کنن. در شرایطی که الان وجود داره، گزارشگر ویژه سازمان ملل و گزارشگرهای موضوعی دیگه باید این امکان رو داشته باشن که بتونن برن به ایران وارد شن، از زندان ها بازدید کنن، با زندانی ها مصاحبه کنن، ولی در سالهای گذشته همچین امکانی در واقع فراهم نشده و مقامات ایران این اجازه رو به گزارشگر ویژه ندادن. عفو بین الملل هم از جامعه جهانی همین رو میخواد که مقامات ایران رو پاسخگو کنن و از اونها بخوان، همین مثل همین اتحادیه اروپا، که به گزارشگران ویژه و ناظران بین المللی اجازه ورود به ایران و تحقیقات مستقل و شفاف رو بده. در ماهای اخیر، در هفته های اخیر، اعتراض های متعددی در اقصی نقاط جهان بوده، از هنگ کنگ تا شیلی. این وضعیت جهانی ممکنه باعث کمتر شدن حساسیت نسبت به وقایع ایران در سطح بین‌المللی شده باشه؟ خب این از جنبه های مختلف میشه بررسی کرد، حالا موضوعات سیاسی یا موارد اینچنینی پشتش هست، ولی خب میتونه، بله میتونه تاثیرگذار باشه. ما اعتراضات هنگ کنگ رو داریم که الان هفته ها و ماه هاست داره دنبال میشه و یه جورایی در صدر اخبار دنیا بوده در این در هفته ها و ماه های گذشته. عراق هستش که اونجا هم موارد کشتار زیاد هستش، عفو بین الملل گزارش های متعددی در مورد اونجا منتشر کرد. ولی خب میبینیم که این در واقع تعداد زیادی از کشورها هستش و ممکنه تاثیرگذار باشه. ممنونم از مدیار سمیر نژاد، دستیار تحقیق سازمان عفو بین الملل از اسلو نروژ با ما. بنا به گزارش ها در پی احضار یکی از روحانیون سنی و امامان جمعه شهرستان سرباز در استان سیستان و بلوچستان، از دیروز در این منطقه اعتراض ها و درگیری های با نیروهای امنیتی رخ داده. گفته شده که مولوی فضل الرحمن کوهی هفته گذشته به دادگاه ویژه روحانیت احضار شد، اما از دادگاه برنگشت و همین احتمال بازداشتش را مطرح کرد. به گزارش رسانه‌های محلی، آقای کوهی در جریان نارامی‌های اخیر از معترضان حمایت کرده و سرکوب آنها را محکوم کرده بود. همچنین تصاویری از شهر چابهار منتشر شده که حاکی از اعتصاب مغازه‌داران در اعتراض به بازداشت او و بالا رفتن قیمت بنزین است. عبدالستار دوشوکی، مدیر مرکز مطالعات بلوچستان، از لندن با ما هستند. آقای دوشوکی، چه اطلاعی دارید از شهرستان سرباز و استان سیستان و بلوچستان در مجموع؟ استان سیستان و بلوچستان همراه با بقیه فرودستان در بقیه نقاطی از جنوب تهران گرفته تا خوزستان و کردستان و فارس و خراسان همراه اونا بودن و در اعتراض به افزایش قیمت بنزین خب در تظاهرات شرکت کردن در شهرهای چابهار، سرباز، نیکشهر، ایرانشهر و زاهدان.
و تعدادی دستگیر شدند و در همون زمان این هفته گذشته هم در نماز جمعه هفته گذشته 8-9 روز پیش هم مولوی فضل الرحمن کوهی و هم مولانا عبدالحمید امام جمعه زاهدان گفتند که این افزایش قیمت بنزین کار درستی نبوده و باید مورد تجدید نظر قرار بگیره و کار غلطی است. و خب این برخلاف حرفهای آقای خامنه ای بود، به همین دلیل نتونستن مولانا عبدالحمید رو دستگیر کنن. آقای فضل الرحمن کوهی رو به دادگاه ویژه روحانیت در مشهد خواستن و ایشون رو اونجا دستگیر کردن به همراه تعدادی از همراهانشون و مردم اعتراضاتی رو کردن. بیشترین اعتراضات هم دیروز شده بود در منطقه راسک و امروز هم باز هم اعتصاباتی شده بود در شهرهای چابهار، نیکشهر و زاهدان. واقعیت اینه که مردم سیستان و بلوچستان خودشونو در این قیام فرودستان، اگه ما قبول بکنیم که این قیام فرودستان هست، در نتیجه از نظر فقر و فرودستی استان سیستان و بلوچستان باید در رأس جدول قرار بگیره، کما اینکه قرار داره، ولی متاسفانه اون امکان رو نداشتن که ویدیوها رو بیرون بفرستن. و نکته دیگر هم اینه که این اعتراضات هنوزم ادامه داره. یعنی دیروز شنبه تیراندازی بود، امروز یک شنبه هم این اعتراضات و اعتصابات در استان سیستان و بلوچستان وجود داره. این را هم باید به خاطر داشته باشیم که بخش قابل توجهی از مردم سیستان و بلوچستان به خاطر نبودن اشتغال ناچار هم در این کار سوخت رسانی یا قاچاق سوخت به اون سوی مرزین به پاکستان و افغانستان مشغول هستند و در این زمینه ده ها هزار شاید هم صدها هزار نفر از خانواده از این راه امرار معاش میکنند و این بالا رفتن قیمت بنزین به ضرر اونها خواهد بود. آقای دوشوکی، شما اشاره کردید که اعتراض ها بوده، امکان ارسال تصاویر اون در بلوچستان وجود نداشته. در مورد سرکوب چه؟ آیا آنچه که در سایر نقاط ایران دیده میشده و تصاویر اون هم منتشر شده در بلوچستان، سیستان و بلوچستان هم جریان داشته؟ این نکته بسیار حساسی است. بقیده من خیلی مهم من این واقعیت رو بگم. تعداد کشتهایی که در استان سیستان و بلوچستان در مقایسه مثلا با خوزستان یا تهران یا فارس یا کردستان بوده بسیار بسیار کمتر بوده. ما فقط گزارش دو کشته رو داشتیم که در زاهدان بود و چندین زخمی در منطقه راست. جمهوری اسلامی به مسئله بلوچستان حساسیت به خصوصی داره. میدونه که اگر کشتاری صورت بگیره، مردم کشته بشن، با توجه به ماهیت فرهنگی و روانشناسی مردم بلوچ، اونها ممکنه برند همون، چون علی مدتی است که ما از جندالله و جیش العدل و این گروه های مسلح خبری نیست و جمهوری اسلامی نمیخواد با به کار بردن خشونت از طریق قتل و کشتار تظاهر کنندگان باز دوباره جو رو به سوی پیش ببره که کنترل از دستش خارج بشه. از این نظر تعداد کشته در استان سیستان و بلوچستان نسبت بقیه جاها کمتر بوده، کما اینکه جمهوری اسلامی سعی میکنه که از طریق علما، از طریق معتمدین، به عنوان مثال معتمدین رو در شمال استان جمع کرده بودن که بر علیه نیروهای فعال بلوچ شعار بدن که مثلا مرگ بر مزدور انگلیسی و غیره، چون و خود فرماندهان سپاه هم گفته بودن که خوشبختانه در استان سیستان و بلوچستان تظاهرات صورت نگرفته، در صورتی که اینگونه نیست. اگر نگرفته چرا تا به امروز استان سیستان و بلوچستان تنها استانی است که اینترنت موبایلش هنوز قطعه، تظاهرات در اونجا ادامه داره. مسئله امنیتی بودن استان هم برای رژیم خیلی مطرح است. از این نظر بقیده من این حساسیت ها رو رژیم جمهوری اسلامی در رابطه با تعداد کشته ها رعایت کرد. سپاسگزارم از عبدالستار دوشوکی، مدیر مرکز مطالعات بلوچستان در لندن. در روزهای گذشته اخباری از برخورد شدید با معترضان در شهر ماهشهر در استان خوزستان منتشر شده. تصاویری هم در شبکه‌های اجتماعی پخش شده. مریم افشنگ موفق شده با شهروندان این منطقه صحبت کند و گزارشی در این باره تهیه کرده. ماهشهر الجمعه، جمعه 24 آبان، کوره ها در ماهشهر. با بست شدن اینترنت، فیلم های تازه از ماهشهر و اتفاقات اخیر در آنجا میرسد. تاریخ این فیلم مشخص نیست. راوی میگوید اینجا همین حالا کوره هاست، مردم مسلح نیستن. ما تهدیدی برای شما به حساب میایم که با تانک میایید سراغمون؟ ما مسلح نیستیم اما شما با تانک میایید. اینا تانک هن. ما بدون سلاح برای شما تهدیدیم؟
صدایی در فیلم میگوید سه، احتمالاً به شمار تانک ها اشاره دارد. این هم فیلم دیگری که در آن گفته میشود اینا سپاه پاسدارانن، داعشن، با تانک اومدن به کوره ها. اینا داعشین، ما مردمیم، اومدیم اعتراض، ولی انگار اومدیم میدان جنگ. از روز 24 آبان بسیاری از راه‌های منتهی به پتروشیمی بندر امام خمینی از جمله جاده شهرک چمران به منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر توسط معترضان بسته شده بود. به گزارش یکی از شاهدان عینی ساعت 9:30 روز دوشنبه 27 آبان ماه ماموران امنیتی در میدانی که توسط معترضان بسته شده بود پیاده می‌شوند. نزدیک میدان جایی است به نام نیزار. همون زمانی که نیروها پیاده شده بودند، نیروهای سپاه از توی نیزارها به سمت نیروها شلیک شده، یه تیر شلیک شده و به یکی از نیروهای سپاه خورده و همون موقع نیروهای سپاه به مردمی که راه بسته بودن تیراندازی کردن. اون مردم هم تفنگ نداشتن، هیچ کدوم مسلح نبودن. من خودم از آدمایی که اونجا بودن پرسیدم که شما اسلحه داشتین، شما اونجا چیکار میکردین؟ گفتم ما هیچ اسلحه‌ای نداشتیم. حتی یکی از بچه‌های ما لباسشو باز کرد، رو به سپاهی‌ها وایساد، گفت ببینید ما هیچی نداریم، ولی بازم شلیک کردن. بعد از اون یه سری از مردم فرار کردن به سمت نیزار، یه سری هم به سمت ورودی شهر چمران فرار کرده بودن و خب نیروها باز شلیک کردن به سمت نیزارا، کورکورانه بدون اینکه ببینن دارن چیکار میکنن شلیک کردن. که باز من اینو از یکی از شاهدای ماجرا شنیدم که به من دقیقا این جمله رو به کار برد و گفت مثل داعشی ها تیراندازی میکردن، مثل فیلم ها بود. بعد هم خب رها کردن آدم ها رو که تو نیزار بودن، حالا کسی کشته شده بود، زخمی شده بود، هیچکی واقعا نمیدونست چه اتفاقی افتاده. حالا گفته ها حاکی از اینه که حدودا 20 نفر اونجا کشته شدن و رها شدن کلن اون آدم ها. افرادی که اونجا در جا کشته شده بودن و که بردن توی پاسگاهی که همونجا، زخمی ها رو هم منتقل کردن بیمارستان نفت شهرک بعثت که اونجا همون روز توی بیمارستان 8 نفر کشته شدن، 8 نفر از معترضین، معترضینی که مسلح نبودن. صدای یکی از شاهدان بود که برای امنیت او بازخوانی شده است. روایت دیگر از آرش است که آن هم با صدای دیگر بازخوانی شده. مردم خیلی مسالمت‌آمیز اومدن در سربندر که پلیس راه است. خود شهرستان ماهشهر سر ورودی راه رو بستن به اعتراض. شعارها هم خیلی بهداشتی بودن. اما متاسفانه حکومت مثل همه چیزش که ناکار آمده، حتی در زمینه برخورد با شورش‌های شهری ناکار آمده. بدون اطلاع از بافت جامعه و جامعه شناسی و شناختی که از اون منطقه باید داشته باشه، سریعاً اقدام می‌کنه. تو سیرجان شب اول ما ویدیوش رو دیدیم. مغز یارو رو ترکوندن. اینجا هم همین. برمیداری از استان دیگه مردم رو میاری اینجا؟ اینجا هم همه مردم عصبانی و ناراحت. خب جواب های هویه. آره فلان مسلح بودن و تیر و از این حرفا. بله که تیر شلیک میکنن. پسر در جراحی میگفت آقا ما استاده بودیم در فلکه جراحی. آره درست راه رو بسته بودن در اعتراض. مردم استاده بودن. نمیدونم چی منطقه سه دریایی گردان 23. نزدیک جراحی میگفت دقیقا همینطور میشمرد. 1، 2، 3، 4 شروع کرده مستقیما شلیک کردن. بچه ها رفتن تو نیزار. اون وقت نیزار رو چی میگن؟ به مسلسل بستن. مسلسل سنگین. گفته میشود معترضان هم مسلح بودند و به سمت نیروهای امنیتی شلیک کردند. هی دارن موضوع سوریهی شدن رو مطرح میکنن. خب خودتون دارین سوریهیش میکنین. این معاون امنیتی استاندار فقط امنیتیه؟ خب یه تحقیقی بکنین. تا بوده همین بوده. اینجا مردم مسلحن، تو عروسی، عزا، تیر شلیک میکنن. حالا فرهنگ غلط، تو فرهنگ ما بوده و هست. اون وقت میگن تیر زدن. خب معلومه، جوونش رو کشتی، از یه استان دیگه آدم آوردی، زن مردم رو هول میده، خب یارو تفنگ رو برمیداره میزنه دیگه. چرا نزنه؟ من از خشونت دفاع نمیکنم، ولی مردم عصبانی هن دیگه. شما دارین خشونت میکنین. خب تفنگ مال کی هست پس؟ استدلال اون اینه دیگه، برای دفاعه. دفاع مشروع که هست. روایت حاکمیت کاملا، تاکید میکنم، کاملا یک طرف است. همش که نمیشه با سرکوب جواب داد.
به گفته شاهدان که با بی بی سی مصاحبه کردند، حداقل 20 نفر در نیزار کشته شدند. البته شمار کشته شدگان در کل ماهشهر هنوز مشخص نیست. خانواده کشته شدگان تحت فشارند که اطلاع رسانی نکنند. همچنین گفته شده عده مجروحان و بازداشت شدگان هم زیاد است، هرچند حکومت در این مورد اطلاع رسانی نمی کند. مریم افشنگ، بی بی سی. پارلمان عراق با استعفای عادل عبدالمهدی از نخست وزیری موافقت کرد. کنارگیری او یکی از خواستهای معترضان بوده. با وجود کشته شدن بیش از 400 نفر طی دو ماه گذشته، بسیاری از معترضان همچنان در خیابان‌های بغداد و شهرهای جنوبی برای تغییرات اساسی در حکومت پافشاری می‌کنند. کسرا ناجی گزارش می‌دهد. کنسولگری ایران در نجف بار دیگر در آتش. این دومین حمله به این کنسولگری از روز چهارشنبه است. خیلی از معترضان که طی نزدیک به دو ماه گذشته در خیابان‌های شهرهای جنوبی عراق و بغداد خواهان تغییرات اساسی در حکومت هستند، یکی از دلایل نارضایتیشان را دخالت‌های ایران در امور داخلی عراق می‌دانند. طی روز نجف کاملا نارام بود. در اطراف آرامگاه آیت الله محمد باقر حکیم چند ساعت زد و خورد مسلحانه بین تظاهرکنندگان از یک سو و عشایر اطراف شهر از سوی دیگر، نیروهای امنیتی و همچنین گارد آرامگاه. گزارش شده است در تظاهرات امروز 2 نفر کشته شدند و 10ها نفر مجروح. نجف پایگاه آیت الله سیستانی است که از خواسته های تظاهرکنندگان حمایت کرده و خواهان کنارگیری نخست وزیر شده. گزارش شده که عشایر اطراف نجف بعد از حمله دیروز به آرامگاه آیت الله حکیم روانه شهر شد. حمله ای که در آن آرامگاه او به آتش کشیده شد. بنیانگذار مجلس اعلای انقلاب اسلامی و سپاه بدر، کسی که یکی از نزدیکان به ایران محسوب می شود. در بغداد نخست وزیر که استعفایش یکی از خواسته های تظاهرکنندگان است، دیروز اینجا استعفایش را در جلسه کابینه مطرح کرد و امروز پارلمان با آن موافقت کرد. ما با شهامت و شجاعت تصمیم گرفتیم که نیروهای امنیتی از گلوله های جنگی استفاده نکنند. اما متاسفانه دخالت های متعدد و پیچیدگی هایی بروز می کند و تعدادی قربانی می شوند که خودش پیامد های اسفباری دارد. بنابراین تنها راهی که برای دولت باقی می ماند آن است که با جرأت و شهامت استعفا بدهد تا بلکه شرایط قدری آرام شود. در فاصله نچندان دور از مجلس عراق این تشییع جنازه یک دبیر دبیرستان که دیروز کشته شد. استعفای نخست وزیر شرایط رو به نظر نمی رسد که آرام کرده باشد. تظاهرکنندگان بعد از 2 ماه اینجا به نظر نمی رسد که فکر تحویل خیابان‌ها را به دولت داشته باشد. در پارلمان گفته شده که رئیس جمهوری حالا باید نخست وزیر جدیدی به مجلس معرفی کند. نخست وزیر باید استعفا بده. پارلمان هم باید استعفا بده. احزاب هم باید برن. هیچ کدوم از اونها رو نمیخوایم. دخالت ایران هم نمیخوایم. روابط دوستانه با کشورهای دیگر رو میخوایم. وزرایی رو میخوایم که از ما باشن و تحصیل کردن باشن. در میدان تحریر بغداد فرصتی برای یادی از کسانی که در این جنبش از میان رفتند. دست کم 420 نفر. جنبش عراقی ها برای تغییرات اساسی در حکومت هزینه سنگی پرداخته است. کسرونجی، بی بی سی. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و کمیسیون اصلاحات دستورالعملی برای تسهیل استخدام معلولان آماده کردند. نادر نادری رئیس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی میگوید که این دستورالعمل برای افزایش سهم معلولان در ادارات و کمک به آنها در پر کردن فرم‌ها و شرکت در آزمون‌های استخدامی است. نسرین نوا از کابل گزارش می‌دهد. مسیر دشوار رسیدن به شغل. صفی‌الله سال پیش در یک انفجار انتحاری پایش را از دست داد. با وجود مدرک دانشگاهی، داشتن کار و درآمد برایش آرزویی شده بود. به گفته او، نقص عضو شانس استخدام را به مراتب پایین می آورد.
ده کفش را برای پیدا کردن یک کار که نکردم. روزها در خانه بودم و خسته شدم تا که بالاخره این جامه را استخدام کردند. حالا من کار و درآمدی دارم، اما معلولان زیادی هستند که بیکارند. صدایی که کمتر شنیده می شود. درد معلولان. کمتر از 1% معلولان در دستگاه کار افغانستان مشغولند. رقم ناچیزی در مقایسه با تعداد آنها. حالا طرز العملی امضا می شود که سهم معلولان در ادارات دولتی را بالا می برد. تسهیلات در مراحل مختلف استخدام بر اساس طرز العمل برای افراد دارای معلولیت فراهم می کند. در عرصه تشخیص و اعلان بستای خالی تسهیلات خاصی را فراهم می کند برشان. توزیع جمع‌آوری و خانه‌پوری فرم‌های استخدام و چگونگی ازو. اما برخی معلولان تعهدات روی کاغذ را کافی نمی‌دانند. چیزی که بسیار زیاد برای ما مهم است این است که هر چیزی که روی کاغذ میآید نوشته میشه تطبیق شود. وقتی که تطبیق شود تمامی مشکلات ما حل میشه. اشتغال یکی از دغدغه‌های معلولان است. ساخت و ساز در شهر کابل هم و معلولان نامهربان است. بسیاری از ساختمان‌ها و امکانات عمومی در کابل مثل مراکز آموزشی، مراکز خرید و حتی مراکز تفریحی بدون توجه به نیازهای معلولین ساخته میشه. مثل اینجا یکی از شلوغ‌ترین مراکز خرید در کابل که هیچ گزینه بدیلی به جای پله برای ورود افراد معلول در نظر گرفته نشده. اشرف 9 سال بیشتر نداشت که جنگ امید راه رفتن را از او گرفت. بیشتر اوقات بیکاریش را به اینجا می آید. کافه‌ای که برای ورود نیاز به بالا رفتن از پله‌ها ندارد. بار سنگین نگاه‌های ترحم‌آمیز را سال‌هاست به دوش می‌کشد. اما نبود امکانات و دسترسی به خدمات لازم این بار را برایش دوچندان کرده. زینه های بسیار وحشتناک و طولانی یا طبقه های پایین است، زینه است. دیگه یکی از مشکلات عمده معلولین در کابل و در فکر میگم در کل افغانستان همی عدم دسترسیشان به مراکز عمومی است. دانشگاه کابل هم از نظر بگیریم که دانشگاه دولتی است، اما یک دانشکده یک رم یا چیزی نداره که معلولین از او استفاده کرده بودند. من با پول شخصی خود و با کمک موسسه کمیته بین‌المللی سر صرف یک رم برای خود ساختم، اما این مشکل به شکل وحشتناک وجود دارد. به گفته کمیته صلیب سرخ هر سال 10,000 معلول ثبت این مرکز می شوند. رقم درشتی که توجه به آنها در جامعه کم است. در کشوری که هر روز جنگ و پولیو در کنار بیماری به تعداد معلولان می افزاید. نسرین نوا، بی بی سی، کابل. تاجیکستان برنامه ملی برای مقابله با تبعیض علیه مبتلایان به ویروس HIV عامل بیماری ایدز تهیه کرده. انتظار می رود دولت این برنامه را تا پایان امسال تصویب کند. نزدیک به 9000 فرد مبتلا به این ویروس در مراکز بهداشتی تاجیکستان ثبت نام کردند. اما عده واقعی مبتلایان بیش از 14000 نفر برآورد می شود. سهراب ضیا از دوشنبه گزارش می دهد. یکی از صدها زن که به زندگی با ویروس HIV کنار آمده. او از شوهرش که معتاد تزریقی است به این ویروس مبتلا شده. 4 فرزند آنها اما به این ویروس آلوده نشده اند. 8 سال باز من به همین ویروس گرفتار هستم. 2 سال اول من به خود نامده بودم که من به همین ویروس گرفتارم. این ویروس پگا میمیرم. با من معلوماتی پرو نرسانده بودم. و من گفتم که یک دوا شونده نیست و یک داروی است که اداره میکند فقط. یکی این دارو را شما هر روز یه حیات خوردن تو در کنید. حالا در سراسر تاجیکستان 64 مرکز ایدز فعال هست. در این مراکز تشخیص و درمان مبتلایان به ویروس HIV رایگان است. در این اواخر بیش از 1000 در سال مورد نوی ابتلا به این ویروس ثبت شده. با وجود این تبعیض و پیشداوری های منفی عمومی نسبت به بیماری ایدز مانع کشف هویت همه مبتلایان ویروس HIV
و درمان آنها شده. با توجه به این مشکل، وزارت بهداشت تاجیکستان با همکاری سازمان‌های غیر دولتی برنامه 3 ساله را برای کاهش تبعیض و حساسیت‌های اجتماعی نسبت به بیماران ایدز تهیه و آن را برای تصویب به دولت پیشنهاد کردند. فکر می‌کنم که بعد عملی گردانیدن چورابینی‌هایی که در نقشه مذکور درج گردیدن، سطح تبعیض و تنگ‌نظری نسبت گرفتاران HIV خیلی پست می‌شود. یکی از اهداف این برنامه همگانی کردن آزمایش HIV است. برای دست یافتن به این هدف از شیوه‌های مختلف استفاده می‌شود، از جمله آزمایش رایگان در اماکن عمومی. در این آزمایشگاه سیار در یکی از بازارهای شلوغ شهر دوشنبه مردم به طور رایگان تستی HIV می دهند. اقدامی که یک هفته قبل از روز جهانی ایدز در سراسر شهر و ناحیه های تاجیکستان صورت می گیرد و هدف آن جلوگیری از گسترش ویروس HIV است. در حالت علاقه جنسی به حمایت، در وقت استفاده سوزندار و سوزندهای عمومی. در این اواخر رسانه های دولتی نیز همه روزه از خطر ابتلا به ویروس HIV هشدار می دهند و راه های جلوگیری از آن را یادآوری می کنند که در گذشته سابقه نداشته است. شما اگر نوشته کنید که عزیز من این یک بیماری است مثل سایر بیماری های مزمن. با باور کارشناسان، رسانه ها برای جلوگیری از گسترش ویروس HIV و کاهش پیشداوری های منفی عمومی نسبت به بیماران ایدز نقش مهمی می توانند ایفا کنند. در این دوره آموزشی در شهر دوشنبه به ایده از خبرنگاران پوشش فعالتر مسائل مربوط به ویروس HIV و بیماری ایدز در رسانه ها آموزش داده شد. در هیچ جای دنیا فقط دولت به تنهایی نمیتونه بیماری ایدز کنترل کنه. این نگاه دولت به عنوان سیاستگزار کلان مهمه، ولی نگاه جامعه هم مهمه. در اینجاست که نقش رسانه ها که چطور تیتر می نویسند، چطور مقاله راجع به بیماری ایدز می نویسند، مهمه برای آگاهی رساندن درست جامعه، نه ترساندن جامعه، برای کاهش تبعیض‌ها و انگ‌های اجتماعی در جامعه، نه اینکه انگ اجتماعی را افزایش بدن. در این عکس‌ها چهره‌های افراد دیده نمی‌شوند، زیرا آنها مبتلای ویروس HIV هستند و از آشکار کردن هویتشان می‌ترسند. برگزار کنندگان این نمایشگاه توسط این عکس‌های گویا صدای قلب افرادی را که با ویروس HIV زندگی میکنند میخواهند به مردم برسانند. تلاش دیگر برای کاهش تبعیض و پیشداوری های منفی عمومی نسبت به بیماری ایدز در تاجیکستان. سهراب ضیا، BBC دوشنبه. ممنونم از همراهی شما با برنامه 60 دقیقه تا پایان. شب و روز بر شما باشه.